بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان عزیز، امروز ما میخوایم که سیمولوژی رو بخونیم و دیروز هم گشت در رابطه با سیمولوژی که برفا رو گفتیم که ما هدف از سیمولوژی در خلم و شکل دادن به فیچرهای ما زن که برای کسی که نقشه ما رو میخونه یا برای خود ما چی باشه درکش راحتر باشه، یعنی قابل درک باشه. خب ما میتونیم یک دیتای دیگه هم در اسم ریبر و همچنان یو دو دیتای دیگر هم چی میکنیم؟ مد میکنیم. خب شما اگر متوجه باشید در یک قسمت اینا رو هم چک میکنیم، این امو شهر هاست، شهر های مهمی که شهر هاست. شما در یک قسمت در تیبل آف کانتنت سیمبول های هر لایه یا هر فیچر در زیر زو میبینیم که باونگر چیه؟ باونگر نویت فیچر ما که از نوی پولیگون یا لاین یا پوینت که نشان میده اقسم به شکل پوینت، لاین به شکل پولیگون. فرض مثلا من روی سیمبولی سیتیس دبل کلیک این پنجره برام باز میشه. این آسان ترین و راحت ترین و ساده ترین سیمبولوژیه. شما میتونید روی سیمبل دبل کلیک کنین و این پنجره باز شه و یک سیمبل شما چی انتخاب کنین و این سیمبل شما سیو میکنین، نظر به خواستتون یک از اون انتخاب میکنین. و گفتم سیمبل هایی هست که نظر به هر رشته، یعنی هر رشته برای نشان دادن خود، برای اینکه ما در نقشه بتونیم فیچرهای خود یا عوارض یا تفصیلات نشان بدیم، خب سمبول های خاص خود دارم. شما در قسمت جزئی سمبول های وجود داره که شما بنچمارک رو مثلا یا اینکه ترن پوینت یا مثلا مثال کنون نقاط که هست وجود داره و خب نمیتونه فرض مثال به یک شکل بگیریم یا او سمبول ها رو برای چیز دیگه انتخاب کنیم. هر کمی شکل سمبول های خاصی در هر رشته وجود داره که شما از یک قسمت گفتم استایل آف فنس وجود داره، یعنی در هر رشته شما میتونید یک از اونها رو انتخاب کنید. میخواین شما این شهری بسازین، در یک قسمت بخش های شهری زیاد وجود، یکی از اینا فرانسال پابلیک ساین فرانسال رو اوکی میکنیم، میبینیم در یک قسمت رو پایین بریم دیده میشه. فرد مثال شما این نقشه شهری میسازین، میخواین در یک قسمت فرانسال فرس اید ساعت امو کلینیک هایی که کمک های اولیه داره یا ممکنه فرد مثال در یک قسمت چی بوجود داره؟ وامین، الیویتور، توایلیت، این دشویه وجود داره. در قسمت انفورمیشن ساعتی برای شما در مایی میکنه بیشتر کشور های دیگر درسته؟ هتل انفورمیشن وجود داره. شما در هر قسمت در رابطه برسی میتونیم مترو بس که در کشور های افغانستان الحمدلله این چیزا نیه، میتونیم لایبرری مکتب بده نقشه نشان بدین. خب این نمیشه ما توسط مکتب و توسط یک سمبول نشان بدیم، بهتره با شکلی که وجود داره سمبولش یک شکل فرمسال به متوجه باشیم، یک سمبول و در پالویز چیه؟ یک انسان بشه یک کتاب پیش وجود مثال راحت قابل فهمانه و بشه هر کامش در یک وجود دارن میتون همه از دار بیم نظر به هر رشته هم شکل های استاندرد برای شما پیشنهاد میکنم کدام از دار چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. خب یک از دار فرد مثال من که اینی باشه وی بشه برای شما سلیکت شد وی خوبال گرچی زیاد چیه؟ شلوغ است. و شما در ورقه های ایسیف ورقه هایی که همسای دیکس درجه در 84 سانتی متر بسیار با بزرگواریه و این را کاملا میتونید سایز زیر تعیین میکنید، در اسم شما دبل کلیک کنید، در اسم رنگ ازی رنگ ازی چی باشه؟ این رنگ کاملا سبز باشه یا نه؟ میتونید از این قسمت سایز زیر تعیین کنید، سایزی بسیار بزرگه، میتونید چیزی پایین تر انتخاب کنید. و در قسمت انگل بعضی فیچرها وجود داره که شما میخواین که او را چرخش بدید، درسته؟ یک روتیت کنین یا مثلا چرخش بدین. میتون بعضی سمبول ها رو چیکنین خود ما ایدیت هم کنین. در یک سمبول سمبول بریم در یک سمبول میتونیم فرد مثال همین رو میخواییم تغییر بدیم یا یک از دیگر رو میخواییم انتخاب کنیم و از این سایز انگل و همچنان کالر باز میسی پیشتر کالرش تایم میتونین. خب در یک قسمت اصلا فیچر ما متوجه باشه از دو چیز تشکیل شده، یک یکی دایره است که داخل از اون یک بشر یک پوینت وجود داره یک مرکز وجود داره، یکی دیگه یک فیچری کاملا سبز به شکل اسم شما میبینید جای قسمت ماوس به شکل شما میخواین که یک از اونها رو انچک کنید.
بخاطر اصلا میگم اینو نشون ندیم فقط همون دایره که داخلش یک پوینت وجود داره امور برای نشون میده. اوکی اوکی فکر کنم او یک مشکلی که داره اینه که یه سمبول او کاملا سفید است که او را میتونیم آرسو بیانید آرسو انچک شما بکنم موشش ببین به یک سمبول به یک سمبول درسته؟ خب این سمبول را میتونیم خب برسد این وزاد کار سخت نیه میتونیم روی ریور هم به اون شکل به یک شکل این دریاهای جهان است شما را به یک قسمت سمبول های خاص وجود داره شما میتونید چی کنید انتخاب کنید در قسمت ادیت سمبول این چه قسمت میتونید ادیت کنید می خط کنید مستقیم باشه شکل نشنا داشته باشه و یا ممکنه بعض وقت ممکنه من رنگ از انتخاب کنم رنگ از میتونیم و در قسمت این از زیاد مهم مرخواه از شاید ممکن زیاد مهم نباشه بازم چیزی که بسیار مهم است در این مهم است شما روی لایه راست کلیک میکنید پروپارتیز و در لایر پروپارتیز یا پروپارتیز لایر که وجود داره یک تب وجود به نام سیمبولوژی این بسیار یک بحث بزرگیه که شما میتونید باید اما گرچه اینجا ممکن در سیمبولوژی همه از کاربردی نباشه یک تعداد زیاد شاید ما اصلا استفاده نکنیم اما حداقل یک یادآوری برای شما شوند شما بلد باشید که اگر وقت یک ضرورت شد شما میتونید کار کنید خب در قسمت در قسمت متدای سیمبولوژی یعنی شو به قسمت هم متدای مختلف کرد که شما ببینید متدای مختلفی سیمبولوژی وجود داره شما میتونید از این سیمبولوژی ها استفاده کنید که آسانترین سیمبولوژی همیه که شما روی از این سیمبول کلیک میکنید یک از رنگ ها رو میتونید چون انتخاب کنید بشه سیمبول انتخاب کنید بشه سیمبولوژی این آسانترین و راحت ترین و معمولی ترین سیمبولوژی هست که شاید این ارخواه زیاد برای شما کاربردی نباشه میتونید از قسمت کتگوریز یک چیز دیگه که میخواستم بگم یه که اینجا ما چندین متد داریم یک از جمله کاتگوریز و کوانتیتیز هسته که شما در کاتگوریز تمام یک چیز مسئله دیگه که گفتم در جویز هر نوع تبین نمیز به اساس چی میشه خوب تصفیه میشه شما در قسمت کاتگوریز سیمبولوژی میکنید توسط ارقام چی؟ ارقام توصیفی که حاوی ارقام باشه حاوی تکس باشه این فرق نمیکنه یا ارقام باشه یا تکس باشه این حاوی عدد باشه یا تکس باشه در قسمت کوانتیتیز که متدای دیگه داره اونها فقط چی باشه باید ارقام باشه این در صورتی امکان پذیر در از این متد کوانتیتیز استفاده کنید که فقط عمود فیلدهایی که شما نظر بازو میخواین سیمبولوژی باید چی باشه فقط ارقام باشه یا عدد باشه درسته؟ خب ما شروع میکنیم که از ساده ترین نوزا گفتم فیچر سینگل سمبول خب این بسیار زیاد شاید اون خبر ما رسپان نماشه اما در قسمت یونیک ولیوز هسته که کاربرد ترین سمبولوژی همی هسته شما چه قسم سمبولوژی میتونید؟ خب در قسمت شما نظر به کدام فیلد میخواین سیمبولوژی کنید از یک قسمت ولی فیلد مشخص میکنید در یک قسمت نظر به چی میخواین سیمبولوژی کنید خب معمولا وقتی شما سیمبولوژی میکنید نظر به کشور سیمبولوژی میکنید درسته شما میتونید از یک قسمت کانتری نیم انتخاب کنید این کانتری نیم در کجای دقت نام یک فیلد نام یک فیلد درسته این انتخاب کنید در یک قسمت add all values در یک قسمت باید لیست از چی شده اضافه شده یک قسمت این نام تمام فیچرهایی که نمایندگی از یک گوله یک کشور میکنه در قسمت چی شد برای ما؟ لیست ظاهر شد برای ما یعنی اگر که این ریموف کنیم میتونیم فرد مثال اگر یک فیلی دیگر بگیم بیشه بیشه برده ازو استرانی و اینا فیلی های زیاد چی نمیم نظر به کانتری نیم چی نمیم سیمبولوژی میگم عدد آل والیوز بیشه برده اما یک موضوع دیگه که وجود داره خون بعضا شاید شما نظر به یک کشور میخوایم یک کشور چند کشور میخوایم سیمبولوژی کنیم و بقیه زنا رو نمیخوایم سیمبولوژی کنیم از قسمت اد والیوز اد آل والیوز این تمام کشورهایی که در اون ارقام تصویر وجود باید چی شد؟ اضافه شد و اد والیوز مشخص فیلدهای مشخص پر مثال به اسم دیر کلیک میکنیم اما لسه ها مشخص میکنیم پیشنهاد میکنیم کدام ها رو میخوایم چی بود؟ میخوایم اد کنیم کدام ها رو میخوایم سیمبولوژی کنیم منظور ما پر مثال میگیم که
البانیا فرض مثال امریکا بهشون میگه، خب ارجنتین یا انگولیا فرض مثال به اون شکل، برزیل، بولیویا یا مثلا کانادا به این شکل دیوش نمیخوام. اینا فقط برای چی شد لیست شده؟ یک قسمت یک قسمت چی شد؟ لیست شد. و بقیه زنا all other value این از تمام کشورهایی که اصلا 90 کشوره یا کمتر از بطر که یک قسمت وجود در کشوره بشه، فقط اینی کشورها به این شکل چی شد برای من؟ سمبولیزه شد. و بقیه زنا چی شد؟ به این رنگ باشن، رنگی که در یک قسمت بیرتر کلیک کنی یک پنجره باز میشه. فقط میگم بقیه زنا فرمسال برنگی بگیم که رنگ چی باشه؟ برنگی کاملا گلابی بشه باشه، روز درسته؟ اوکی او کشورا با این شهر باشه و چند کشوری که من مشخص کردم از این قسم میتونم چی کنم؟ اما تیف خطا رو بهش پیشنهاد کنم. این تیف خطا جایز که شما پیشنهاد میکنه کدام از اون میخواین انتخاب کنیم که با این شهر با ترتیب هم موجود هست، مثلا سبز و با این شهر وجود داره که شما کنم شید خواسته بایم انتخاب کنیم. مثلا من این نیره میخوام انتخاب کنیم، شما میتونین انتخاب کنیم دفترش وجود داره. اگر او را کار نکنین میدن روی سمبولی کشورا کلیک کنین این پنجره باز میشه، یه چیز دیگه از دل خود شما مثلا سمبول میکنین، درسته؟ هر کم شما خواسته باشه میتونید ازش سمبول کنید. حتی ممکنه شما مثلا از استایل فرین سم بریم چون کار بگیرین که ممکنه شما نشای جلوشی زیاد اتفاق بیفته، علاوه از اینکه رنگ نشان میده بعضی وقت مو عالم لیتریشکی نشان میده، سمبولای خاصی وجود داره شما میتونید از این قسمت فرض مثال ما از این قسمت میتونیم چی کنیم اضافه کنیم. فرض مثال جلوشی 24 که بیشه بدیم شما بید بیشه رو بجده دارم، علاوه از اینکه نه تنها رنگ خودش همون سمبولای خاص داره بودن ترسوبات یا مثلا همون فیچرهای ما سمبولای خاص داره بودن. خب برکن شما خواسته باشن اوکی میکنیم بیشه بدیم و در اخیر اپلای اوکی متوجه بدیم من چند کشور محدود ما چیکارم خود مشخص بسید من ولی اضافه کردم فقط اونو بیشه برای من سمبولوژی کنم و بقیه زنم کنن بیگ رنگ گلابی باشه، چند کشور به این شهر و رقیز نها کنن رنگ گلابی باشه که شاید این شاید خاصتان نباشه. میگیم که در قسمت اینا رو چی میگیم؟ ریموو آل. میگیم که اد آل ولی یعنی همه فیچرهایی که وجود داره باید چی شه؟ لیست چه بریم بشه با شما لیست میشه که حتی در قسمت شما در قسمت کون ببینید 248 حالا 248 کشور وجود نداره، فقط یک تعداد جزیره ها رو جزء کشور گرفته، جزء کشور گرفته، یکی به نام جزیره یکی جزء از اون کشور به قسمت چی اضافه کرده. اما 248 کشور وجود داره که اکثرش اونها نمایندگی از یک چی میکنه کشور میکنه. خب به هر حال شما میتونید تیف خطر چی کنید تغییر بدین خودتون انتخاب کنید. میگم چی اوکی ببین علی فعلا تمام فشارهای ما چی شد؟ سمبولی شد همه از اینو که سمبولوژی بسیار معمول است. شما باز میتونید راست کلیک کنید قسمت پروپارتیز گزینه دیگه که وجود داره یونیک والیوز مینی فیلدز شما اگر انتخاب کنید این پنجره براتون باز میشه که بعض وقتها شما مثلا اتفاق میفته که نظر به چند فیلد همزمان سمبولوژی میکنید، نه تنها مثلا نظر به نام کشور میخواید که نظر به فرمسال نظر به مساحتش میخوان سیمولوژی کنه یا نظر به یک از فرمسال این چند فیلد برای شما پیشنهاد میمونه. ضرور نیست که هر سه رو برای شما چی کنید انتخاب کنید، نه میگیم که فقط نظر به یک فیلد مثل نقطه یعنی که ویدیو خوندیم فقط یک فیلد چی میکنیم ما انتخاب میکنیم به بقیه زنا چی میگیم نم میگیریم اینه هیچی درسته اد آل ولیو اوکی بشه اگر این تا خواسته باشه این تا میشه بازم میریم پروپارتیز. خب من میگم که نظر به دو فیلد همزمان یا سه فیلد چیشه همزمان سمبولیزه شه، من نظر به استاتوس باشه و همچنان نظر به لام نیم درسته اد آل ولیز برای ما چی شد اضافه شد تیف خطا رو میتونم چیم تغییر بیدم. خب میگم که اوکی از شما اگر متوجه باشید در یک قسمت نظر به چند چیز country name, status و همچنین land name برای مثال افغانستان فیچره که برنگی چی هسته؟ بیرنگ هسته نمایندگی از افغانستان میکنه
و استاتوس اینا یو این ممبر استیت اینا عضویت سازمان ملل داره فرض مثال و همچنان نام نیم نام مکمل از کشور چیه؟ ترانسیشنال اسلامیک استیتس آف افغانستان یا جمهوری انتقالی افغانستان که مو مال ده دوازده سال پیش است یعنی نظر به چی ساخته درسته؟ نظر به چند پر شما همزمان میتونید چی کنید؟ سمبولوژی کنید که به مو شکل فرد مثال ما که دیگر میگم که من کانادا یه این منبر است نام مخبرشم کانادا هست فرد مثال کامرون یه این منبر استیت ریپابلک آف کامرون جمهوری کامرون نظر به صفت همزمان چی بر شما سمبولوژی کرد؟ خب گفتم این ضرورت نیست شما میتونید فقط نظر به یک کنم سمبولوژی کرد ولی جای سی بر شما بسید پیشفرد اختیار شما مانده اگر شما خواستید این تک چیز امکان پذیر هستم خب یک گزینه دیگه وجود داره به نام مارک تو سمبول این استوری هست که نی زیاد وانقدر چی نیست معمول نیست به خاطر از اینکه وقتی این برای شما پیشنهاد میکنه شما باید سمبول های خاص برای شما چی کنید شما مثلا از یک جای دیگر به اون فرمت جایی شما بسازید و یه اسمت شما کار کنید این در برنامه پایتون کار میشه سمبول ها باید ایجاد میشه و شما میتونید چی کار کنید ولی نه ما وقتی که همون میگه گریه که توسطی دیست بادن نیاز به چی نیسته دندان نیسته خود برنامه میتونید ما فیچرهایی که اگر به اسم سمبول هایی که فرمسال ما کلیک میکنیم سمبول هایی که وجود نشه ما ایدیت میتونیم و این تک گزینه آنقدر برای ما چی نخواد بشه فقط در دسر از اون و کمک بیشتر از اون نمیکنه شما مثلا در فرمت جایس شکلها رو باید بسازید از این قسمت میتونید از کمتر رو چی میکنید؟ ایمپورت میکنید او رد میکنید از اون سمبول ها میتونید استفاده کنید این اونقدر زیاد کاربردی نیستن اما گزینه قبلی از اون کاربرد هست خصوصا هم یونیک ولیوز بسیار کاربردی هست و همچنان در قسمت کوانتیتی هست مقداری که برای فدایی که حاوی چیه؟ حاوی ارقام زیاد کاربردی هست همین خب در این قسمت فیلد که شما میخواین که نظر به او سیمبولوژی کنید باید انتخاب کنید خب در این قسمت که شما متوجه باشین فیلد ها در قسمت چی شد برای ما؟ کم شد چون اون فیلد هایی که فقط ارقام برای ما لیست میشه بقیه زنا در این قسمت نمیشه شما در این قسمت متوجه باشین نظر به چی؟ یک لیستی بسیار کنار برای ما ظاهر میشه اما در قسمت این کوانتیتیز به اون شکل نیست لیستی بسیار محدود خب ما میگیم که شما ببینید در این قسمت اعتبار ما نظر به متدی که کوانتیتیز برای ارقام است ما نمیتونیم که فیفث کانتری یا مثلا ایره و ایره و ایره توسط اون متد چی کنیم سمبولوژی کنیم فقط فیلدهایی که مثل ازی و از او نم یا فرض مثال یعنی فیلدها که حاوی ارقام این عدده میتونیم چی کنیم توسط از او سمبولوژی کنیم که فرض مثلا ما توسط پاپ کانتری نه پاپولیشن یا مو نفوس جهان نفوس کشورها چی کنم سیمبولوژی کنم واضح قسمت میدم راست کلیک کنم پروپورتیز در قسمت کن گرجبیت کالرز خب در قسمت ما فهم مثلا میگم که پاپ کانتری نه نفوس کشورها نظر بزور میتونم در قسمت شما به این شکل لیست چی میشه کلاس بندی میکنن خب فرض مثلا میرم یک ابتدا برای شما چی میگم سیمولوژی به این شکل او کشورهایی که نفوس در حدودی از این قدر تا این قدر هم این کشورهایی و نفوسی فرض مثلا از 14 میلیون چند تا این قدر این محدود رقم تعیین میکنه یا فرض مثلا از 25 و 88 و 33 201 الا چقدر یه دارای رنگ چیه کاملا رنگی رنگ چی نام داره دیگه؟ جگری بگم کشورهایی که به این شکل وجود داره نفوس دقیق قسمت وجود داره که این نفوس این دیتا فکر کنم از سال 2001-2002 است شما میده به این شکل سمبولوژی کنید که دیگه قسمت اگر شما متوجه باشین نفوس یعنی سایه چی میشه؟ این میشه
یعنی در یک قسمت نشان میده که نفوذ از این کشور، کشورهایی که رنگی کاملا جگریه در محدوده چنده؟ یعنی قدر محدوده محدوده است. و یا کشورهایی که فرض مثال کشورهایی که رنگش فرض مثال چیه؟ رنگش میگم که آبیه، بلوی بهش اگر کشورهایی که نفوذ در محدوده اینی قدره، در محدوده چند؟ 97، 22، نمیدونم چند چند الا این قدر است. این کشورها سمبولش داره رنگ سبز، درسته؟ بایش شما چه میکنه؟ سمبولوژی میکنه. خب یک از متدایی چیه؟ سمبولوژیه که برای مثال آمریکا و همشان این قسمت آرژان اگر بیاریم امینه لبنان کنیم، برزیل، یک برزیل، یکی آمریکا و همشان این قسمت این جزی یونایتد استیتس یا آمریکا هست. اینا چیه؟ نفوسی در این محدوده هست، این محدوده یک تعیین کرده که از 97 میلیون و چند چند الا 258 هزار یا چی خواهد هست تا این محدوده هست، درسته؟ بازم راست کلیک پروپارتیز. خب در قسمت یک محوضه که شما ما بیشتر نگفتم، در قسمت ولیو فیلد که شما در قسمت تعیین که یک فیلد که شما میخواه نظر بزو سیمولوژی کنید، یه تعیین کردید یک فیلد دیگر یک قسمت شما بر شما پیشنهاد میکنم که شاید من آنقدر زد کاربردی نباشه، اما این طور است که مثلا طور سیمولوژی میکنه که مثلا من میگم که فرض مثال نسبت نفوس بر مساحت، نسبت نفوس بر مساحت، برای مثال نفوس بر مساحت بیشتر این حاصلی نفوس را تقسیم چی میکنه؟ مساحت میکنه. برای مثال ما در قسمت اریا میگم، شیب اریا بیشتر میگم با چند کلاس تقسیم بر کردن چنده؟ 5 کلاس هست. میتونیم 5 نباشه؟ برای مثال میگم 8 باشه، 8 شما خواسته باشه اپلای اوکی باشه. به شما همین کلاس ها را کمی میدین تغییر بکنم کمی شاید جانب تر شد همین نظر به شپریان شپ کلامیتر این جالبتر میشه. این طور بود که نسبت نفوذ بر کالارم یا کالارم بر شما فکر میبینید، فکر کنم این مساحت باشه. این میگه که اون کشورهایی که نسبت نفوذ بر مساحت در این محدود است، این محدوده چند؟ 65 150 هزار الا اینی قرار میباشه. رنگ چیه؟ کاملا جگریه، نسبت نفوذ بر مساحت است. این نسبت نشان میده، شما اشتباه نگید که نفوذ چقدر است یا مساحت چقدر، این نسبت نفوذ نشان میده. فرض مثال ما که از کشورهای ما شما چی میکنیم؟ امیر شما از خود میتونید چی سلیکت کنین؟ اینا در قسمت اکتیبر از نبیین در قسمت سلیکتیب فقط کلی که سلیکتیب چیده ما نسبت نفوذ بر چی کدم؟ نفوس یعنی سه. خب میره شما یه دفعه امتحان کنید، یعنی همین نفوس تقسیم کالارم کنید، یه کاملا همه چیز میشه کالارم به چیز دیگه میبود خیلی. اگه شما متوجه باشین یک این در کل منظور چیه؟ نسبت نفوس، این نفوس تقسیم کالارم که شما فکر کنید یک مساحت باشه، هر چی شما فکر کنید این تقسیم ازی کنید نشان میده که در این محدوده هست. این کشورهایی که نسبت نفوس بر مساحتش در این قدر است، این محدوده هست که از 1 تا 10 هزار، از 10 تا 20، از 30 تا 40، این قدر رنگ جگری باشه. او کشورهایی که نسبت نفوس بر مساحتش فرمسان یعنیه باشه همین را چیش تغییر بدیم به این شکل یکی هم بگیریم. فرای مثال چیه؟ یکی از نام سودان هست. میتونم از یک قسمت ببینیم که خدا کنیم تغییر داشته باشه.
سودان. شما اینی رو تقسیم ازی کنید، این تقسیم ازی کنید مفهومین که واقعا چنده این دهی محدوده هست. این دخوانه اگر چک کنید نبیرم. خب اصلا هدف فهمیدیم شما مثلا این تک امکانه امکانات داده که مثلا شما نظر به نسبت نفوذ بر مثلا نسبت نفوذ مثلا بر اگر شما این تگرش شما خواهد کاربودی نکنید کاربودی نخواهد نباشه براتون، چون او تک در سر لازم نیست که شما مثلا نسبت نفوذ یعنی چیه خواهد نخواهد کاربودی نخواهد بشه. خب بازم پروپارتیز، خب گفتم که حتی میتونید نظر به یک فعل باشه لازم اینه بکار دو فعل انتخاب کنید برسه؟ فعل دوم انتخاب نکنید میتونید. خب بازم میگم در قسمتی اگر شما خواستم نظر به فقط نفوس چی کنید؟ تو به این نظیر آشم شاید در مناطقی که شهر سادی شد یا شهر رو خوب میشه استفاده میشه شد ببینید شاید ها ممکنه خیلی وقتای غیر از یاد ممکنه برون مشابه به متکشیزایی شما مثلا یک شهر یک ساختن میشه اما کثافت نفوس تکاثف نفوس در نظر میگیره، یعنی جایی که مثلا بیشتر نفوس داره که نسبت نفوس به مساحت چیه زیاد باشه و صدا باید تدابیر باید بگیره. خب بازم در قسمت سمبولوژی گزینه دیگه این وجود داره یه گریجویت سمبول، گرچه با گزینه قبلی که گریجویت کالرز بود توسط کالر این رنگ ها شما میتونید سمبولوژی کنید با اون فرق نداره، فقط تفاوتی که وجود داره به یک قسمت چیه بجای رنگ این چیه؟ یعنی کالر بجای کالر اینجی سمبول ها واجده شما میتونید از یک قسمت تمپلیت بگید سمبول هایی که شما میخواید که نظر بازه سمبولوژی از یک قسمت میتونید چی بگید؟ انتخاب کنید. خب گریجویت سمبول، خب نظر به چی میخواییم سمبولوژی بگید؟ نظر به پاپ کانتری میتونید نرمالایزیشن هم تعیین کنید یا نکنید، یعنی نسبت نفوذ بر مساحت یا هرچی شما اون نسبت در نظر بگیرید درسته؟ شما میتونید تعیین کنید هم اختیار دارید، اما سایزی همین سمبول ها از کدام محدوده باشن؟ از 4 شروع تا 18 یا بگیم که از 1 شروع ولی این رو انتخاب کنیم اما سمبول ها دیدید دقیق قسمت چی شد کامل؟ دقیق کامل خورش ببینید از 4 نباشه از 7 باشه ببینید دقیق قسمت اما سمبول چی شد؟ بزرگ شد یعنی 10 باشه این بزرگ شده. خب ما بطر چی؟ دیفال چی میگیریم؟ 4 میگیریم 4 ایل 18 18 هم شما اگر تغییر دادم میتونم تغییرم بیدن از اخمت. خب میتونم به شکل اپلای اوکی او کشورهایی که مساحتش در محدوده چند از 25 258 میلیون ایل اینی قدر میباشه کدام کشورهای؟ اینی کشورهایی که سمبولی همون دایره چیه بزرگ دن او کشورهایی که سمبولی چی خورده نشان میده فکر نمی افغانستان جزی کدام کشورها میه؟ افغانستان فکر شما میتن کتگوری دوم نه کتگوری دو سه چار کتگوری چارم میه کتگوری میه کتگوری که از 14 میلیون الان 25 میلیون کشورهایی که معدل نفوس از 14 میلیون الی 25 میلیون میره شما یک دفعه ببینید از افغانستان میتونید کشور افغانستان کلیک کنید در قسمت به نفوس کجا شد 17 میلیون ببین چند بود از 14 میلیون تا 25 میلیون یعنی افغانستان جزء از کشورهایی که به این محدوده قرار دارن که ایران فکر کنم در محدوده ازو نیست از 25 میلیون اینا 33000 به نظر میاد. همین دفعه ببینید. شما میتونید ایران رو چند؟ 64 میلیون. خب 64 را کدام می؟ یعنی می؟ 43000 الی 97000 جزئی نمه جزئی پنجم جزئی ششم میه جزئی امزیک شورا میه. خب میدون نقص شما به این شکل سمبولوژی کنیم دیگه بازم راست کلیک میکنیم دیگه قسمت پروپورتیز و اگر شما خواسته باشه میتونید بگراند ازوال کنن اگر متوجه به بگراندی شورا چیه برنگ گلابیه شما میتونید چی کنید
فرامسال بگیم که رنگ آبی باشه به شکل. خب بقیانش بگیم که رنگی بلو باشه. چی شد به شکل؟ برای شما بگراندی اکشوار هم تغییر داد. بازم پروپارتیز. خب در قسمت یک گزینه دیگه وجود داره، اگر شما خدر ممکنه مشابه به گزینه قبلی بود که شما میتونید فعلی مورد نظر که شما میخواین تعیین میکنین و نظر بازی میتونید به این شکل سیمولیژه میکنه. اپلای اوکی. ببینید سایزه رو باید بسیار بزرگه، سایزه رو باید چی کنین؟ خورد کنین. ممکن از این قسمت شما میتونید مینیمم امو چیزم تعیین کنید خود باشه، بزرگ باشه. و از این نظر یک چیز دیگه هم داره به نام اکسکلود که شما مثلا بعض وقت تاری میخواین سیمبولوژی کنیم که چند کشور محدوده میخواین سیمبولوژی یعنی کوالی انجام میدیم. یک قسمت مثلا یک مهم کجاست؟ مثلا شما وقتی که توپوگرافی ایجاد میکنید، نقشه توپوگرافی ایجاد میکنید، در اون قسمت همین کانتورا کسه کانتورا اگر متوجه باشین اما کانتور پنجم ما دارای چیه؟ زخامت داره و رنگش نسبتا چیه؟ برجسته‌تره. اونو خطوط ارتفاعی یا نمو کانتور برمایی میکنه کانتور فرعی معمولی هست، هم زخامتش کمه هم رنگش چیه؟ کم هسته. اما مونانی پنجم ما چیه؟ زخامت زیاده میجر کانتور یا امو چی کانتور هستیم ها کسی او تفاوت داره. شما میتونید کاری انجام بده همون هنه یکی قیمتش 2500 هست یا مثلا فکر کن قیمت های کانتور هست چند هست؟ 10 20 30 50 مثلا 60 70 الا بالاخره 100. اینی کانتور هایی که 100 مثلا 50 یا مثلا کانتور هایی که مونانی است جزی مونانی هستیم که 100 150 فرامسال ممکنه 200 باشه چی باشه یک کنترل هستیم اون باید یک سرور خاص بدیم مثلا منوالی در جای سی در امکان نداره. خب که شما مثلا خود جای شما وقت کانتور ایجاد میکنید او را به شکل استاندارد که ما میخوایم که کانتور هستیم و دارای رنگ زخامت رنگ و زخامت چی باشه بررسی‌تر و متفاوت‌تر از کانتورهای فرعی باشه که به این شکل نیست. شما میتونید به این شکل چی کنید؟ کوئری انجام بدید کانتورهایی که قیمتش 50 هست 100 هست 150 هست 200 هست 50 چیه؟ باید دوره کوئری انجام بدید میگم یک سمبل خاص باشه و او را میتونید چی کنید؟ تغییر بدید. و یک گزینه دیگه وجود برای دان دنسیتی تکاسفی نقاط که هم جالب است. شما میتونید توسطی گشت یک سمت شما میتونید یک پنجره اینجا بودید یک پنجره اینجا نظر بر فیلی که شما میخواید سیمبولوژی کنید باید دوره انتخاب کنید خود کانتری در یک سمت باید چی کنید دوره انتخاب کنید یک سمت انتخاب شده این رو میتونید پس رموف کنید. خب میتونید چند نظر همزمان نظر به چند دانه از سیمبولوژی کنید. خب به این شکل زیاد معمول نیستم یک از اونها چی باشه میتونید یک سمت در قسمتی این پنجره برای ما چه چیز اضافه شد؟ در اصل شما متوجه باشید یکی مین مین مکس کشورهایی که نقاط وقتی سیمبولوژی میکنه نقاط کم باشه یعنی نشان میده که نفوس از اون بعد رفت. خب در اخم مانده اگر شما مثلا نمیره بینجوش خب به این شکل کشورهایی که نقاط بسیار کم دیده میشه یک نقطه یا یک دات دیده میشه نشان میده که نفوذ در اونجا چیه؟ مینیمم اینا کمترین نفوذ رو داره. و اون کشورهایی که یا اون ساحاتی که نقاط همون تراکم نقاط ما چیه؟ به شکل پراگنده نقاط ما به شکل پراگنده وجود داره تیپ دو پراگنده وجود داره تقریبا متوسطه نفوذ یک متوسطه. اون کشورهایی که بسیار او نقاط چیه بسیار زیاد است نشان میده که ماکسیمم اپلای اوکی. شما ببین در یک قسمت
اگر همین لیبرین هم نکنیم چه کنیم؟ کشورهایی که شما ببینید نقاط چیه؟ به این شکل نشان یک بسیار زیاده و کشورها و ساعتی که نقاط یک ندمیشن این قسمت پر اینجا نشان میده که نفوذ این بسیار بعد اقل نسبت به هر کشور اینجا نفوذ کمترین وجود داره. پس مثلا این شما دیدم این اما نفوذ بسیار به حد اعظمی خود رسیده، این نفوذ به حد اعظمی خود رسیده. افغانستان میتونیم بگیم که جزی کشورهای کم نفوذ هم نظر به همین سیمولوژی که ما کردیم. یا با مو شکل دقیق سمت بیاییم آمریکا مثلا جزی کشورهای چیه؟ متوسطه، یعنی مین هسته که متوسط باشه. یا این کشورها اگر ببینید این قسمت هم نفوذ چیه؟ زیاده. که اگر شما از این قسمت ببینید لیبل چه؟ کدام کشور همی؟ همی کشور جرمنی. یعنی نفوذ چی؟ خوبه. با ما شکل حتی همش میتونید ببینید. و یک موضوع دیگه هم یک شما در قسمت ببینید یک داد مسئله چند یعنی قراره با وجود که مثلا نشان میده که اینی کشور نفوذ بسیار زیاده یا کم یا متوسط در این نشان میده که از نقطه ما نمایندگی از چی قرار نفر میکنه از یعنی قرار نفر 200-2 میلیون نفر این هر نقطه ما دمی زومی که بکدم نمایندگی میکنه 2 میلیون نفوذ داره هر نقطه داره و اگر من این زوم کنم بازی چی تغییر میکنم یعنی قرار شد هر نقطه ما نمایندگی از 666 میلیون یعنی قرار میکنم. خب به هر صورت یکی از متدای چی بود؟ سیمولوژی بود. بازم ما شما بیم یا مسئله یکی که شما سیمولوژی کردید نه تنها فقط برای پولیگون هست شما میتونید به این شکل برای پوینت چی کنید؟ سیمولوژی کنید. دیگه از کار فرق نمی کنید. بازم پروپارتیز یک گزینه دیگه وجود به نام چارت وجود چارت که توسطی بعضی سمبول ها مثال پاپ کانتری به این شکل شما اما ستونا باشه به این شکل پریویو کنن میشه ستونا باشه یا یکی استکت به این شکل این مشابه به همون ستونا هست هر کم شما خواسته باشین بین توسط یک از نام کار کنید. فرم مثال نظر به پاپ کانتری میگیریم اپلای اوکی ببین دیگه قسمت نظر از این میتونید شما سیمبولوژی کنید. فرم مثال به اینجی اگه این دیار ببینید همون چیز بسیار بلنده این نشان میده که نفوذ از این خوبه و یک کشور مثلا یونیورسیتی هم تقریبا بسیار کمه تمام کشورها که متوجه بند خود کشور این بسیار هم اتفاق داده هم. خب گرش این پر نفوذ دارین چین حالا نمو خواهم این کشور هم چین اولین کشور هم چین اولین کشور هم دیل این دو میده که مثلا در خواهم از شاید سال ممکنه باشه اما سال فکر نکنم شاید این دیتا خودش نفوذ باشه. خب این رفتی نداره که دیتا چی به اما شما موضوع را بگیم به این شکل شما میتونید سیمبولوژی کنید. بازم بگیم پروپارتیز خب میتونید چی باشه یک از اونه دیگر انتخاب کنید خب فرق نمید قصد موضوع همیسته شما این شکل انتخاب میکنید این شکل رفتیم شما خواسته باشه میتونید انتخاب کنید و بعضی از مولتیپل اتریبیوتس هم که توسط زنم میتونیم استفاده کنیم. فرض مثال نظر به کانتری نیم باشه یعنی فیلد های دیگر میتونید تغییر بدید. بازم میتونید فرض مثال کالر رمپ هم اگر خواستید میتونید تغییر بدید و از این بزنید میتونید چی کنید یک فیلد تعیین کنید. فرض مثال پاپ کانتری باشه میتونید از این قسمت کلاس بندی کنید بچه پایین کلاس باشه یا بیشتر از یا کمتر از بشه کنید add all values و apply اوکی بایی چی چه کن؟ سیمبولوژی کن این میتود های سیمبولوژی که شما میتونید توسیل این میتود ها به انواع مختلف هست میتود ها شما شدید و میتونید سیمبولوژی کن یا میتونید بازم نک سمبول سایز رو شما میتونید تغییر بدید. اگر شما اگر نظر به سمبول اگر نظر به رنگ نخواستین نظر به سمبول خواستین از یک سمبول میکنید چکنید سمبول رو انتخاب میکنید سمبول ها رو تنظیمات شو برد شدید به این شکل اوکی به این شکل
ام همزمان ام رنگ باشه هم چی سمبل باشه به شکل یعنی بسیار تقریبا یه چیز جالبه که نفوس کشورهایی که در محدوده زی ریخ شما در تبرای خوندین بین کشورها نظر به چی؟ نظر به خود سمبول هم و هم نظر به خود نام کشورها درسته کشورهایی که رنگش فرض مثال این رنگی این رنگی او کشور بنامه چی افغانستان هست و او کشور هایی که محدود نفوس چی از این محدود از این محدود مربوط این خواهد نفوس داره و کدام این ده برسته؟ این بود سمبولوژی بود که بحث بسیار جالبیه که شما میتونم فیچرهای خواهد شما سمبولوژی بدم این من فقط مثال رو برای فیچرهایی که مربوط پولیگون بود نگفتم شما میتونم بمیش اگر برای ریور هم مثلا بین اما سمبولوژی اما اما چی امکانات وجود داره شما میتونید به اون شکل سیمولوژی بگیرید خب به هر صورت یه بود درسی امروزه ما درسی بعدی ما انشاءالله خب میرم بالا تئوری برگردم اوکی درسی بعدی ما در رابطه با لیبرینگ که لیبرینگ هم مثلای مختلف خواهد داره شما میتونید یکی موضوع سیمولوژی بود چی خواهد میتونید به اون فیچرهای خواهد چی گرید سمبول بدیم و دیگه چیزی که وجود داره به نام لیبلینگ شما هم فیچرهای ما لیبلینگ یعنی چی؟ اما حرف یا عدد یا هر چی شما فکر میکنید که نشان دهنده فیچر میباشه یعنی شما وقتی این لیبلینگ که نشان میده لیبلینگ یعنی مثلا لیبیا و مثلا الجزیره یا مثلا نیگار یا مثلا سودان این لیبل خودش این که لیبلینگ میگیم یعنی ما چه قسم میتونیم لیبرینگ انجام بدیم و لیبرینگ فاهمه لیبرینگ فقط امو نحوه لیبل کردنه که فیچرها ما چون لیبل میکنیم که لیبل ها که نشان دهنده هر کشور هر فیچر اینا رو بانیم لیبل بدنش لیبل خودش در خط امو حرف میگین یا اینکه امو عدد میگین که نمایندگی از یک فیچر میکنه و بانیم لیبل بدنیم که لیبل ها نظر به ارقام توصیفی میشن این نجویس همه تل انالیز انجام میدین لیول این میکنین سیمولوژی میکنین کاری انجام میدین کلا توسط چی میشن؟ ارقام توصیفی بس هستن؟